با سلام و وقت شما بخیر به بازار از تلو نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها. فراهم ساختن بسته های کمکی از سوی اتحادیه بانک ها. اتحادیه بانک ها میگوید که اگر جامعه جهانی به بانک های کشور کمک کند، این بانک ها با ایجاد فرصت های بیشتر قرضه های مناسب به مردم کمک خواهند کرد. افغانستان ما را برای روی که ویروس کرونا تهدید می کند، بحران سیاسی و بحران نظامی و امنیتی ما را تهدید می کند. نگرانی ها از بدتر شدن وضعیت اقتصادی. خانواده های نادار در کندهار از آنچه که بدتر شدن وضعیت اقتصادیشان در نتیجه وضع محدودیت ها برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا میگن نگران هستند. دا وشي روډي پیسې نه لرم چې دا کوچنیانه دا کوچنیانه نور سره وخت زه وته نه کوم دا وته نه کوم زه په دې وته وکم. افزایش بهای تخم مرغ در بازارهای کابل. با آنکه تولید کنندگان داخلی پیکارهای را برای کاهش بهای تخم مرغ در بازارهای پایتخت برای انداختن، اما هنوز هم بهای تخم مرغ رو به افزایش است. و خواست بدهکاران بانک ها برای تاخیر پرداخت قرضه هایشان. شمار از بدهکاران بانک ها در شهر مزار شریف از این بانک ها می خواهند که زمان پسگیری بدهی های آنها را طولانی سازد. در این برنامه تا یک ساعت دیگر بر تازه ترین رویدادهای اقتصادی افغانستان و جهان می پردازیم. اتحادیه بانک ها میگوید که اگر جامعه جهانی به بانک های کشور کمک کند، این بانک ها با ایجاد فرصت های بیشتر قرضه های مناسب به مردم کمک خواهند کرد. مثلا این اتحادیه امروز با فراهم ساختن بسته های کمکی به سه شفاخانه در پایتخت میگن که با ادامه بحران ناشی از ویروس کرونا در کشور، بانک های کشور نیز با زیان های روبرو خواهند شد. مسئولان اتحادیه بانک ها در کنار بحران کنونی ناشی از ویروس کرونا در کشور، ناامنی ها و اختلاف های سیاسی را چالش بزرگ در کشور می دانند و می گویند که با ادامه این وضعیت بانک ها نیز با زیان های روبرو خواهند شد. دونرا را باید تشویق کنند، IMF و بانک جهانی و EDB که اینا کمک کنند، پول حمایه را در اختیار بانک ها بگذارند تا با تکیتانی بسیار کم با کمپانی ها چی قرضه داده بتانه. افغانستان ما را برای روی که ویروس کرونا تهدید میکنه، بحران سیاسی و بحران نظامی و امنیتی ما را تهدید میکنه. در امینار مسئولان دفتر نماینده ویژه رئیس جمهور در امور توسعه اقتصادی و بازرگانی از بانک ها میخوان که برای مبارزه با بیماری کووید 19 در کشور با حکومت همکار باشند. از دیگر بانک ها، تجار ملی، متشبثین خصوصی و مردم افغانستان تقاضامندم تا دست یاری و همدلیشان را به طرف افراد نیازمند دراز کرده. از سوی هم اتحادیه بانک ها با گردآوری کمک های بهداشتی شمار از بانک های خصوصی این کمک ها را به شفاخانه های علی‌آباد، میوند و انتانی توزیع کرد. در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای نثار احمد یوسفزی، مسئول نظارت بانک ها از سوی بانک مرکزی که از کابل با ما وصل هستند. آقای یوسفزی سلام و وقت شما بخیر، خوش آمدین به برنامه. در نخست اگر اشاره بکنین که شما وضعیت بانک های کشور را پس از انتشار ویروس کرونا چگونه ارزیابی میکنین؟ تشکر. سلام به شما و سلام به بینندگان عزیز شما. به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بالای سکتور بانکی افغانستان، در افغانستان بانک وضعیت تحت نظر داره و در حالت فعلی از دید سیالیت و نقدینگی بانک ها در وضعیت خوبی قرار دارن و در مرکز و ولایات اینا به عرضه خدمات میپردازن. به خاطر اینکه ما از تاثیرات شیوع ویروس بالای سکتور بانکی به خصوص مقروضین که از این ناحیه اینا متاثر شدند، در افغانستان بانک یک بسته امتیازی را تحت ابدا ماده برای سکتور بانکی افغانستان یک هفته قبل معرفی کرد
و بخش عمده از این فراهم‌آوری تسهیلات به او تعداد مقروضینی است که از ناحیه ویروس کرونا و یا شیوع ویروس کرونا در کشور اینا متاثر شدند و به بانک‌ها صلاحیت تفویض شده تا اینا او قرضه ها را بتونن ساختار مجدد بکنن، میاد او را بیشتر بسازن. شما در امین بسته تان کدام مورد بر بانک های کشور مد نظر گرفتین که سبب تشویق بانک ها در این چنین یک شرایط شوه؟ این بسته با وجودی که 17 مورد با خود داره، اما تمرکزی بالای 4 بخش اساسی است. یک بخش اساسی ادامه فعالیت بانک ها برای هموطنان ما و برای تجار و متشبث ما در مرکز و ولایات کشور است. بخش دوم و اساسی این بسته امتیازی فراهم‌آوری تسهیلات به او تعداد مقروضینی است که از ناحیه شیوع ویروس کرونا اینا متاثر شدند و بخش سوم این کاهش مصارف عملیاتی بانک ها است، از ناحیه فیسایی که اینا میپردازند، از ناحیه جریمه های اداری که اینا میپردازند و بخش چهارم این بسته پیشنهادی بلند بردن مفاد بانک ها در شرایط فعلی است تا اینا بتانند که همو ثبات خود در این مقطع خاص زمانی داشته باشند و روی پلان ما برلاوی کار میکنیم که این بسته الا ماه جون 2020 مدار اعتبار است و فعلا تحلیل های ما ادامه دارد تا به خاطر ای که اینا بتانند بعد از ماه جون 2020 که تا او خدا خواسته باشه این مشکلات ما رفع شده و سکتور و مردم بتانند که با آسانی به فعالیت های روزمره خود ادامه بتن، اینا بعد از ماه جون چگونه بتانند که در اقتصاد کشور ما نقش داشته باشند و خود اینا هم بیشتر از این ناحیه متضرر نشن. بله آقای یوسف، یک مورد را که مسئولین بانک ها اشاره میکنن همین است که اگر شما سهولت بیشتر فراهم میکنین اینا هم میرن به طرف از این که سهولت های قرض دهی را به مردم ایجاد بکنن. آیا این بسته امتیازی شما سبب این خواهد شد؟ در این بسته امتیازی 3 مورد مشخص برای مقروضین وجود داره که مقروضینی که از ناحیه ویروس کرونا اینا متاثر میشن، چون ما من حیث تنظیم کننده سکتور باید اطمینان حاصل بکنیم تا با استفاده از این تسهیلات کسی سوء استفاده هم نکنه. به این مورد مقروضینی که شناسایی میشن که در نتیجه شیوع ویروس کرونا تجارت های اینا در بخش خانما، در بخش قرضهای کوچک، در بخش شرکت های تجارتی و خصوص کسایی که در عرضه خدمات هستند، اینا اگر از این ناحیه متضرر شده باشند، 3 مورد مشخص وجود داره که به اینا فرصت داده شده. مثلا قرضه های اضافه برداشته که اگر قرار بود که در این ماهای پیش روی اینا تصفیه حساب داشته باشند، به اینا فرصت داده شده. قرضه هایی که اینا قبل از ویروس کرونا در وضعیت خوب بودن، اما بعد از اینکه ویروس شیوع پیدا کرده اینا فعالیت هایشان متاثر شده و فعالیت خود ادامه داده نتونستن، این قرضه های مشخص با بانک ها صلاحیت تفویض شده تا اینا بتانن او را دوباره ساختار مجدد کنن. هدف ما ساختار مجدد ای است که قرضه ای که اگر قرار بود که در 3 ماه، 4 ماه، 6 ماه تحویلی به سر برسه و فعلا اینا نمیتونن که او را پرداخت بکنن، بانک ها بتونن که را دوباره ساختار مجدد بکنن و به این مقروضین خود اینا وقت بدن که با استفاده از این وقت این شرکت ها و این تجارت ها هم بتونن که دوباره به پای خود استاد شون و توانایی باز پرداخت پیدا بکنن. یعنی موارد مشخص در این بسته وجود داره که بانک ها میتونن. شما در مورد مقروضین گفتن که در این بسته موارد در نظر گرفته شده، ما پرسشم این بود که کسانی که به تازگی میخوان که قرض دریافت بکنن از بانک ها، در این مورد هم راهکار روی دست است و یا لااقل در این بسته شما چیز مد نظر گرفته شده؟ بسته فعلی ما مقروضینی که عملا اینا از بانک ها قرضه داشتن اینا را در تحت پوشش خود قرار داده. قسمی که ما در ابتدا هم گفتم که این بسته الا ماه جون به خاطر وضعیت فعلی را ما در نظر گرفتیم تا بانک ها متضرر نشن و فعلا ما تحلیل را ادامه میتیم که بسته دیگه را ما برای مقروضین جدید به خصوص برای تشبثات کوچک و متوسط، چون اینا میتونن که نقش اساسی را پس دوباره در کاریابی بر مردم ما داشته باشن، که این بسته را ما انقریب معرفی خود کردیم به سکتور و این در برگیرنده میاد زمانی اعتبار از ماه جون 2020 خود داشت، چون بسته فعلی ما تا او مقطع زمانی مدار اعتبار است. بله آقای یوسف، در کنار این که شما سهولت ها را بر بانک های کشور مد نظر گرفتین و اما
آیا تحلیل های بانک مرکزی نشان می دهد که سکتور مالی با انتشار بیشتر ویروس کرونا متضرر خواهد شد در آینده و لااقل پیش بینی های شما چیست در این مورد؟ پیش بینی های ما ای است که امین اکنون هم وقتی که ما حسابات مالی و اعداد و ارقام بانک ها را تحلیل میکنیم، بانک ها بیشتر از ناحیه مصارف عملیاتی خود اینا متاثر هستند، به خاطر اینکه فعالیت های تجارتی به اون گونه ای که باید باشه ادامه نداره، اما اینا به عرضه خدمات میپردازند. بر اساس تصمیمی که مقامات عالی کشور گرفته و در افغانستان بانک اتخاذ کرده، بانک های ما هم اکنون در تمام ولایت کشور طور نرمال اینا فعالیت های خود ادامه می دن. ادامه ای فعالیت ها به مصارف عملیاتی نیاز داره، مصارف امنیتی نیاز داره، سایر مصارفی که معاشات خود اینا میپردازن. بنان از این ناحیه وقتی که شما مصارف داشته باشین و در مقابلی عواید شما بر یک دوره متاثر شه، واقعا کی میتونه تاثیرگذار باشه. اما پیش بینی ما ای است که اگر خداوند خواسته باشه که ما حد اکثر الا 2-3 ماه آینده پس بتانیم وضعیت به او حالت نرمال خود قرار بگیرد، تا بانک ها فعالیت های نرمال خود هم مثل که قبل از شیوع ویروس اینا در کشور داشتن به او شکل ادامه بتن. فعلا بانک ها تنها مصرفی هستند که عواید دولت جمع آوری بکنن و به مردم کشور و تجار کشور اینا عرضه خدمات بکنن. انتقالات بیرون مرزی نسبتا کاهش پیدا کرده، فعالیت های تجارتی کاهش پیدا کرده، منابعی که بانک ها بتانن از او بیشتر مفاد بکنن این ناحیه متاثر شده، دارایی ها و جایدادهایی که فعلا پیش بانک ها است، در نتیجه پایین آمدن مارکیت ها از بابت خرید و فروش، این هم یک موضوعی است که بانک ها را میتونه متاثر بسازه. اما تحلیل فعلی را که ما روی دست داریم که از ماه جون به بعد مدار اعتبار خود بود، تمام ساحات ما تحلیل میکنیم و اقدامات را روی دست خود گرفتیم تا برای ریکاوری از این و یا بازگشت سکتور به وضعیت قبلی ما اقداماتی را روی دست داشته باشیم. اگرچه وضعیت به گونه ای است که بسیار مشکل است شما دقیق پیش بینی بکنید که بله تشکر سپاس از اینکه وقت تان در اختیار ما گذاشتین. تا لحظات دیگر. نگرانی ها از بدتر شدن وضعیت اقتصادی. ادامه برنامه بازار خوش آمدید. خانواده های نادار در کندهار از آنچه که بدتر شدن وضعیت اقتصادیشان در نتیجه وضع محدودیت ها برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا میگن نگران هستند. شماره از ناداران در کندهار میگن که با قرنطینه شدن شهر کندهار نمیتوانند کار کنند و زمین رو توان فراهمسازی از اینه های زندگیشان را ندارند. این ناداران میگن که به کمک های بیدرنگ بشری از جمله خاربار نیاز دارند. در این حال مقام های محلی کندهار میپذیرند که شمار خانواده های نادار در این ولایت به هزاران تن میرسد و آنان میکوشند این خانواده ها را شناسایی و با آنان کمک کنند. یکی از خانواده های نادار در کندهار. اعضای این خانواده میگویند که پیش از قرنطینه شدن شهر کندهار روزانه کار میکردند و هزینه های روزانه شان را فراهم میساختند. آنان میافزایند که پس از وضع محدودیت ها برگشت و گذار مردم در شهر کندهار مشکلات زندگیشان بیشتر از پیش شده است. این خانواده های نادار انتظار دارند کمک های از سوی حکومت و نهادهای مدد رسان با آنان صورت بگیرند. زده ماشان د وشي روډي پیسې نه لرم چې دا کوښنيانه و دا کوښنيانه موږ سره وګورم او ته نه کوم دا و ته نه کوم زه به دې وسو وکم چې راسي نه راکوي چې راسي نو چاته و جاړم نو تر هغه کدم نه مرام په خایما کې پروت يم نه راکوي څو چې راسي ولای کې وخوري نو چاته و وایو. گلسکا یکی از آن بانوان کندهاری است که سرپرست سه فرزندش نیز است. میگوید که همسرش در نتیجه بیماری درگذشته است و پس از توقف کاروبار در شهر کندهار کودکانش نمیتوانند کار کنند تا هزینه های خانوادهشان را فراهم کنند. ماشام پر با کاغذان پس سرخی پر کشرو بانی بوتلان تولی اگه بوتلان هم وست نخرچیش شهر دقصه گرد دکانون بند شهر بند صدقه شهر نلورو.
در همین حال مقام های محلی کندهار میپذیرند که پس از وضع محدودیت ها بر فعالیت های روزانه مردم در شهر کندهار تا کنون کمک های بشری به نیازمندان انجام نشده است. این مقام ها میافزند که میکوشند خانواده های نادار را شناسایی و کمک های لازم بشری را در اختیار آنان قرار دهند. دلتا غربت مسکنات خلق ډیر غریب دي نو موږ کوشش کو چې دغه پروسه په ډیر شفافیت باندې مخته یوسو چې په دغه کې مختلفه کمیټه ده علما دي په ګډه یو لستر چپ کو تر سو وکولای سو غریب خلکو ته کومکونه ورسو. با این حال ریاست صحت عامه کندهار میگوید که این ولایت در مقایسه با ولایت‌های دیگر حوزه جنوب با تهدید جدی‌تر ویروس کرونا روبرو است. این ریاست یگانه رای جلوگیری از گسترش این ویروس را قرنطین شدن این ولایت میگوید. یوازینی لار هم ده قرنطین دی او کندهار تر ټول ولایت زیات تر تعدید لاندې دی. په دې خاطر چې د نیم افغانستان مسافر د بهر مملکو څخه راځي د پاکستان واد یا ایران واد او د نور هم سایه مملکو څخه هغه د همدې لار څخه سیر کی. هرچند حکومت علت وضع محدودیت ها را برگشت و گذار مردم در کندهار جلوگیری از گسترش ویروس و کرونا می گوید، اما خانواده های نادار با ابراز نگرانی از عدم دسترسی به خاربار می گویند که نیاز است تا کمک های لازم برای آنان در این روزهای دشوار فراهم گردد. شما را از خانواده های نادار و کارگران روزمزد در پایتخت میگن که با گذشت هر روز وضع زندگیشان بدتر میشود. حالا میگن با آنکه بارها مقام های حکومت از راه اندازی برنامه های کمک رسانی به نیازمندان سخن زدن، اما تا هنوز هیچ کار در این بخش نکردن. کارگران که اکنون روزهایشان را در کنار جاده های پایتخت به هیچ درآمد سپری میکنند، در انصار 41,000 فرصت های شغلی هستند که رئیس جمهور و مقام های دیگر حکومت از آن سخن زدند. برای بس در این مورد آقای معروف قادری رئیس اتحادیه کارگران و همچنان آقای سیر قریشی آگاه امور اقتصادی از لندن با ما وصل هستند. سلام و وقت شما بخیر. خوش آمدن میمانان عزیز. با بس آقای قادری بس با شما آغاز میکنیم. با توجه به تعهدات حکومت در قسمت ایجاد فرصت های شغلی و ما در حال حاضر رسیدیم به بدتر شدن وضعیت زندگی کارگران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و دوستان بحث و بینندگان عزیز. افغانستان یکی از کشورهای فقیر است که بیشترین مردمش زیر خط فقر قرار داشته. دلایلش همی بوده که جنگ‌های طولانی، ناامنی، به اصطلاح مشکلات سیاسی که وجود داشته و در کنار ازو وضعیت اقتصادی و در اواخر گسترش ویروس کرونا که جهانی و عالمگیر است، کشورهای فقیر بیشتر تحت تاثیر خود قرار میده و وضعیت اقتصادیشان به وخامت میبره. ما بیشترین کسایی را داشتیم که کارگرای غیر رسمی بودند، یعنی روزمزد بودند، کارگرای سر چوک بودند، دستفروشان بودند و در جایی کار میکردن به شکل غیر رسمی که بارهایی را تقاضا کردیم که برای ازیا کار صورت بگیرد تا اینا ثبت و راجستر شوند. بیشتر آسیب پذیر امونا هستند که نه بیمه های صحی دارند، نه ای که ماش برشان پرداخت میشه در این زمان قرنطین و اونا دست و دهن هستند که روزانه کار میکنن و شبا او را با اطفال خود میخورن. به او دلیل است که بیشتری نه کسایی که حالا در قرنطین بردنشان اینا دچار مشکل اقتصادی هستند و چند روز پیش شما شاهد بودین که یکی از کارکنای احصایی مرکزی که دریور بود او رفت در بازار قرض برش ندادن، آمد خودکشی کرد بنابر نبود امکانات اقتصادی که به نزد خانوادش و اطفالش دیده نتانست. این دلایل است که وضعیت به طرف وخامت میره و ما در این روزها نگران ازی هستیم که به اثر گسترش ویروس کرونا بیشتر از 2 میلیون جای کار ما از دست میدیم در سراسر افغانستان که به جمع بیکارای افغانستان افزود میشه و در کنار ازو آمارها نشان میده که ما رشد اقتصادی ما 6 پله افت داره، یعنی به طرف منفی روان هستیم و این شدیداً ما را نگران ساخته. تقاضای ما، اما تاکید حکومت بر کنترل و مدیریت اوضاع بوده، اما چرا این گونه نشده؟ اونا مربوط به خودشان است که حرفایی را میزنن، اما اوضاع در کنترل نیست. تقاضای ما ای است که اینا سعی بکنن که اوضاع را در کنترل بیارن. هم دولت مردای ما
هم سکتور خصوصی تجار ملی و هم نهادهای بین المللی دست به دست هم بدن، اوضاع را در کنترل بیارن. اگر در کنترل نبیارن، ما به طرف یک بحران جدی روان هستیم. بله، تشکر. دوباره به شما برمیگردم. آقای قریشی، من میخواهم در این بخش از شما بپرسم، با توجه به گسترش ویروس کرونا و بدتر شدن وضعیت اقتصادی افغانستان، شما چگونه میبینین وضعیت در حال حاضر در افغانستان و مدیریت حکومت افغانستان در این بخش؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، کارمندان تکنیکی شما، مهمان در بس و بینندگان طلوع نیوز. خب بحث کووید 19 یا کرونا یک بحث جهانی است و ما امروز شاهد هستیم که این ویروس اقتصادهای بسیار بزرگ جهان و پا در آورده. اگر ما ببینیم به ارقام، مثلا در 3 ماه اخیر 3 مارکت بسیار بزرگ دنیا که هست که این ربط مستقیم با کشورهای دیگه داره، مانند افغانستان که کشور مصرفی است و رو به دیولپمنت است و پیشرفت است. مثلا مارکت نیکی که در ژاپن است، ببینیم در حدود 22.2% مارکت پایین آمده. اگر مثلا داون جونز از امریکا را ببینیم، در حدود 24.1% کاهش یافته. و فوتسی 100 که از انگلستان است که مارکت دوم دنیا را یا جهان شامل است، در حدود 28.8% کاهش پیدا کرده. پس ما میبینیم که حتی امروز در حدود 20 میلیون افراد در امریکا فعلا بیکار هستند و اینا به امو کمپانی های انشورنس خود استخدام کردن که برای اینا ماهانه پول داده شوه. و همچنان حکومت امریکا بیشتر از 2 تریلیون دلار اینا انجکت کردن به اقتصاد که تا افرادی که کار ندارن اینا بتونن مشکلات خود را رفع بسازن. پس اگر ما ببینیم کشور مانند افغانستان که بیشتر از 60% سطح بیکاری در افغانستان وجود داره و بیشتر از 50% در فقر زندگی میکنن و روزمزد یک فرد اگر ببینیم در روز 1 دلار است که تقریبا 65-70 افغانی میشه، این واقعا که اثرات بسیار زیاد منفی خواهد داشت. و تا کنون ما میبینیم که ارقامی که در افغانستان وجود داره، تقریبا در حدود 1000 نفر مبتلا به این ویروس شده و تعداد مرگ میر هم کوچک است، ولی ارقام دقیق نیست. ولی ما آینده زیر بسیار زیاد تاریک میبینم. چرا که میتونه که پیام من میخوام بپرسم که افغانستان بیشتر از کدام ناحیه در این چنین یک شرایط آسیب پذیر است؟ خب به صورت عموم نه تنها افغانستان، بلکه کل دنیا میتونه که از حالت اجتماعی آسیب پذیر باشه، از حالت اقتصادی آسیب پذیر باشه، حتی از حالت در حالت همچنان میتونه که از در قسمت بی امنیتی را آسیب پذیر بسازه. چرا ما امروز میبینیم که امی لاکداونی که به وجود آمده یا تعزیرات را که حکومت وضع کرده در قسمت گشت گذار و روزمره شما از طریق مطبوعاتون با تمام کسانی که در جامعه هستن همراهشون صحبت میکنین، اینا بسیار نگرانی داره. پس این میتونه که واقعا بسیار زیاد نقاط را که من قبلا اشاره کردم بالای ازی اثر منفی داشته باشه. بله، تشکر. دوباره به شما برمیگردم. آقای قریشی، آنچنان که پیش بینی ها نشان می‌دهد، به ویژه وزارت اقتصاد که گفتند در حدود ممکن است 70% از شهروندان کشور زیر خط فقر قرار بگیرند، پس با این حالت شما وضعیت کاربار چگونه ارزیابی میکنین و چه راهکار میتونه تأثیر گذار باشه در این بخش؟ وضعیت کاربار خو قناعت بخش نبود از قبلم. ما بارها شاید بعد از این بدتر شد. بله، بارها به جاده ها برآمدیم و فریاد کشیدیم و دادخواهی کردیم که در این روز ما دوچار نشیم و وقایع بکنیم خود قبل از وقوع. بنابراین وضعیت کاروبار نهایت آسیب پذیر است. ما در حدود کمتر از 420 هزار تن در سکتور دولتی کارکن داریم، متباقی یا در سکتور خصوصی هستند یا در کارگرای غیر رسمی هستند و روزمزد هستند و در بخش زراعت و باغداری و اینا کار میکنند. وضعیت قرنطین همه زیاد دست و دهن هستند که دچار مشکل هستند.
پیشنهاد ما برای دولت مردا ای است که این مسئله را جدی بگیرن، به خاطر ازی که یک تعداد نمیتونن خودشان را قرنطین بکنن به دلیل ازی که خورد و خوراک ندارن، وسایل شوینده را ندارن، نهایت زیر خط فقر قرار دارن و ما میان بیرون به جاده ها، وقتی که به جاده آمدن با مصاب میشن با ویروس کرونا و بعد دوباره به خانه خود گیر انتقال دادن، تمام فامیلشان میگیره و این ساری است تمام جامعه را دچار مشکل میکنه. به خاطر جلوگیری ازی وقایه بکنن، از یک جانب که قرنطینه گرفتن موضوعات صحی را مردم در نظر بگیره، از جانب دیگه تقاضای مایی است که مردم قرنطینه رعایت کنه و از جانب دیگه دولت افغانستان، جامعه جهانی و سکتور خصوصی همه باید مدیریت شود. بستهای کمکی را لااقل 100 دلاره، یک بوجی آرد، برنج، روغن، شکر، چای و یک بسته شوینده را دم در مردم ببرن مثل سایر کشورهای دنیا تا هم قرنطین رعایت شود، از شیوع جلوگیری شود و همه دیگه اینا از زیر خط فقر بیان. وقتنا هم وقفه. جامعه بازار. خواهی قدیری، شما صحبتهایتان ادامه بتین و اما ما شورای عالی کارم داریم. لاقل اکنون برگزار شده در این یک چنین شرایط تا شما بتانید پیشنهادات مشخص داشته باشین بر تغییر اوضاع؟ با تاسف که با وقت و زمانش طبق مقرره ای که مری الاجرا در شرایط کنونی شورای عالی کار بنام به ملحوظات دایر نمیشه و در این شرایط شورای عالی کار در قانون آمده هر 3 ماه، در شرایط کنونی باید هر هفته ما جلسه شورای عالی کار 3 جانبه داشته باشیم که بتانیم کارگر، کارفرما و دولت هماهنگی بکنیم و به این مشکلات فائق بیم و لااقل در کنار مردم قرار بگیریم تا اینکه از شیوع مرض جلوگیری بکنیم و خدای نخواسته به یک بحران عمیق مردم افغانستان نرن. به او دلیل است که شورای عالی کار تا بال دایر نشده، اما قرار است که دایر شود و یک طرحی را ترتیب کردند که برای 15 ساعت اطفال بی سرپناهی که خیابانی هستند در جاده ها میرن، برای از اینا بستهای کمکی داده شود که اینا نانآور خانواده هایشان هستند، در خانه بمانند تا اینکه در بیرون نبیان و ای اما کارگران دیگر چی خواهد شد؟ برای کارگرای دیگر چند روز قبل ما شنیدم از زبان معاونیت اول ریاست جمهوری که ما را برای 120 هزار خانوار ما بستهای کمکی را در نظر گرفتیم، امیدوار هستیم هر چه زودتر این عملی بکنند، نه تنها در کابل، در شهرها سطح فقر کمتر است نسبت به دهات، قرا و قصبات. در قرا و قصبات مردم بیشتر و بیشتر زیر خط فقر هستند. امیدوار هستیم که در سطح افغانستان این پروسه عملی شود و بستهای کمکی در اختیار مردم قرار داده شود. سبسایدی را دولت مکلف است و هم با همکاری جامعه جهانی و سکتور خصوصی باید در اختیار مردم بستهای کمکی را قرار بدن تا اینکه از شیوع مرض جلوگیری شود و ما خدا ناخواسته با وضعیت بسیار وخیم نریم. بله، ممنون. آقای قریشی، پیامدهای منفی گسترش ویروس کرونا از اکنون بر افغانستان دیده میشه. اگر بخش‌های مختلف مورد ارزیابی قرار داده شود، صادرات افغانستان 0 است، روند سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی 0 است، عواید حکومت 10% از زمین اکنون کاهش دارد و اما بخش‌های دیگر. پس با این حالت توان مدیریت در حکومت افغانستان وجود دارد؟ ببینید، ما قبلا و شما اشاره کردم که کشورهای غولپیکر که از لحاظ اقتصادی و از لحاظ سیاسی امروز با این مرض دست پنجه نرم میکنن، وقتی که ما در قسمت افغانستان صحبت میکنیم، یک کشور است که از لحاظ یک کشور مصرفی است و از طرف جامعه جهانی کمک میشه و برای افغانستان یگانه راه حلش اینمیست که بانک جهانی و همچنان IMF و دونرهای دیگه از قبیل USAID و امریکا و اتحادیه اروپا افغانستان را کمک کنند. اگر شما باز هم ما میخوایم به ارقام بپردازم، اگر شما ببینین مثلا دو کشور بسیار بزرگ که فعلا اقتصاد بزرگ دنیا را تشکیل میده که چین است و امریکا است، اگر چین شما ببینین در 3 ماه اخیر اقتصادش در حدود 6.8% در 3 ماه اخیر ای کاهش پیدا کرده و این نخستین بار است بعد از سال 1992. و همچنان در قسمت اگر پروژه های زیربنایی از یا ساختمانی از یا تقریبا در حدود 16% ای کاهش پیدا کرده. پس ای کلش بالای خود چرخش اقتصاد و بالای یک کشور اثر منفی داره. ما شما در 18 سال اخیر در افغانستان دیدیم که ما هیچ وقت
پروژه های طویل المدت یا مثلا تولید و صنعت نداشتیم، همه چیز مشما به شکل پروژه بود، یعنی دونرها کمک میکردن در قسمت پروژه ها و فقط به مصرف میرسید و ما کدام تولید چرخش اقتصادی مشما نداشتیم. پس در این صورت این یگانه رای حلش بر افغانستان اینه میست که جامعه جهانی ما را در این بخش کمک کنه. و حتی شما ببینید دولت هایی که مثلا در انگلستان وقتی که کووید 19 به اوج خود رسید، حکومت وقتی که لاکداون اعلان کرده، وزارت مالیه 350 میلیارد پوند اختصاص داد صرف بر قسمت کسانی که در تجارت های کوچک متوسط و بزرگ است و حتی کسانی که در خانه هستند 80% معاشات از اون دولت برشان ارائه میکنه یا پرداخت میکنه. چون ما شما به او توانایی و به او توان نیستیم، پس فلحاظا یگانه رای حل از ایست که ما را باید از جامعه جهانی در این قسمت کمک کنه. در غیر از او این میتونه که با وجود مرض کووید 19 به یک حالت امنیتی بسیار خراب ما را مواجه بسازه. بله خود قریشی، افغانستان تنها با یک مشکل روبرو نیست. جامعه جهانی چگونه باید افغانستان کمک کنه در حالی که کشمکش های سیاسی سبب شد 1 میلیارد دلار کمک های ایالات متحده قطع شود، در کنار از اون نامنی ها وجود داره و ویروس کرونا؟ بله، او خو موضوع کشمکش های سیاسی که فعلا وجود داره او مسئله کوتاه مدت نیست، البته مسئله طویل مدت است که او یک بحث جداگانه است. ولی در قسمت و همچنان 1 میلیارد را که شما اشاره کردین، او تعلق میگیره به کمک های طویل مدت ایالات متحده آمریکا. ولی چیزی که حال فعلا مهم است در حالت کوتاه مدت که ما با این ویروس روبرو هستیم، که این میتونه که حتی تقریبا تا سال 2021 نظر به پیش بینی هایی که شده و نظر به مطالعاتی که توسط ساینتیست ها صورت گرفته و حتی این مثلا مسائل سوشال دیستنسینگ و یا مسائل باز شدن دوباره چرخه اقتصاد که نمیتونه که یک مقطع زمانی شوه و آهسته آهسته صورت بگیره، این میتونه که افغانستان بسیار زیاد ضربه بزنه. و مخصوصا مثلا ما یک مثال میتونم که ما در سکتور مالی افغانستان بیشتر از 7 سال دخیل بودم، این میتونه که حتی بانک ها را به مشکلات بسیار کلان مواجه بسازه، قروض سبول اصول از اون را بیشتر بسازه، چون مشتری هایی که قبلا قرض گرفتن از بانک ها اونا تجارت هایشان بسته است، اونا پول ها را نمیتونن پرداخت کنن. پس اینا را میبینید که به شکل یک زنجیر از همش با هم ارتباط داره. پس درباره اثر میداشته باشه بالای سطح فقر، بالای سطح بیکاری، بالای بسیار مسائل اجتماعی دیگه میتونه که اثر منفی داشته باشه. فلحاظا یگانه رای حل اینمی است که حکومت افغانستان باید از دقیق قسمت با جامعه جهانی از نزدیک کار کنه تا ما بتانیم که با این ویروس که با امرایش ما دست پنجه نرم میکنیم مشکلات حل بسازن. بله ممنون، دوباره به شما برمیگردم. از زمانی که شیوعی ویروس کرونا در افغانستان آغاز شد تا اکنون ما چقدر از فرصت های شغلی را که عملا بود و از دست دادیم، در کنار از اینکه خب وعده های حکومت هم عملی نشد؟ از زمان شیوعی ویروس کرونا ما در حدود پیش بینی های نشان میده، ارقامی که مراجع دولتی به دست نشر سپردن، ما 2 میلیون شغل به علاوه شو بیکارایی که بود 2 میلیون شغل دیگه هم را از دست دادیم و این نگرانی را بیشتر و بیشتر ساخته. شما میدانین که سکتور خصوصی هم که نوپا هست در افغانستان، اونا هم توان پرداخت زی معاشات زیاره به شکل دوامدار نداره، گرچه در قانون افغانستان آمده که اگر بنابر حوادث غیر مترقبه پیش میایه باید 3 ماه 100% پرداخت شوه و برای 6 ماه 50% پرداخت شوه که تا او زمان ممکن طول بکشه این وضعیت. اما در بعضی جای ما این مشکلات داریم که قوانین رعایت نمیشه و بنابر ناامنی هایی که در جامعه هست و شرایطی که موجود هست نمیتونه قوانین تطبیق شه و قبلا هم قوانین کار افغانستان نقض میشد و مسئولیت شغلی کارگران نداشت. یعنی 2 میلیون جای کار را که ما از دست دادیم بیشتر برمیگرده به صنعت افغانستان که تعداد زیاد از کارگران بیکار شدن که متوقف است در حال حاضر؟ بله بله بله، این بخش دولتی خب اینا دولت حمایه میکنه و نحوی پرداخت میکنه، ما جای کار در بخش غیر دولتی از دست دادیم در سطح کشور و این شاید هم بیشتر شوه اگر دوام بکنه. باید در این رابطه تدابیر پیشگیرانه ای را روی دست بگیرن که اگر طول میکشه همین مدت ما بتانیم که به اصطلاح این مشکلات جلوگیری بکنیم.
بله، ما قدری چگونه مردم انتظار و امید داشته باشند بر تغییر اوضاع و مدیریت درست این بخش، در حالی که ما 29% همون آمار رسمی که وجود داره میزان بیکاری داشتیم، 2 میلیون هم جای کار در حال حاضر از دست دادیم با توجه به 2 میلیون جای کار که حکومت تعهد کرده بود؟ من فکر میکنم که ای از توان دولت افغانستان در شرایط کنونی بسیار بلند است. اگر جامعه جهانی، چون همیشه وابسته به کمک‌های اقتصادی دنیا بودیم، جامعه جهانی در این شرایط باید به کمک مردم افغانستان اینا بشتابن، نبینن سیاستمدارای ما را که چه مشکل دارن، به خاطر دو تیم سیاسی ملت افغانستان قربانی نبکنن، در طول 19 سال در کنار مردم افغانستان بودن و یک بار دیگه هم اثبات بکنن که در کنار مردم افغانستان قرار دارن و سیاسیون هم جدا ازشان تقاضا میکنیم که به این مشکلات نقطه پایان بگذارن و یک بسیج ملی در افغانستان نیاز است که هم دولت افغانستان که به تنهایی را نمیتونه مهار بکنه، نهادهای اجتماعی از اینا هم استفاده بکنن، یک بسیج ملی و جامعه مدنی و تمام مردم افغانستان دست به کار شون، در دو سکتور اینا با جدیت کار بکنن. یکی سکتور صحت است که به خاطر جلوگیری از مرض کرونا و وقایه و تداوی کار بکنن و بخشای حفاظتی را کار بکنن، در این قسمت میتونن جای کار ایجاد بکنن کوتاه مدت، و در کنار ازو در بخش سکتور مواد غذایی باید کار صورت بگیره که مواد غذایی برای مردم رسانیده شوه، در این دو سکتور میتونن جای کار ایجاد بکنن و از کنار از این وقایه بکنن و تداوی بکنن مردم افغانستان. از سیاست مدارای ما در مجموع، تمام سیاست مدارای افغانستان این شرایط باید درک بکنن و تمام پولای را که جمع‌آوری کردن برای کمپاین‌های خود نمانن. اینمی وقت زمان ازی است که هم وجیبه شرعی خود ادا بکنن و هم مردم افغانستان بفهمه که کی در کنارشان است و او کسایی که تابال مساعدت کردن، بستهای کمکی را بردن برای مردم افغانستان پشت درایشان، از او یک دنیا سپاس و به دیده قدری کارشان می نگریم و تمام کسایی که توانمندی را دارن باید این کار انجام بدن. بله، تشکر از شما. آقای قریشی، بر جلب کمک های جامعه جهانی حکومت افغانستان چگونه می تونه که وارد اقدام شود؟ خب اول چیزی که به ما بسیار زیاد جالب است ایست که ما تا اکنون وزارت مالی افغانستان، وزارت تجارت و وزارت اقتصاد که اینا رول بسیار مهم و عمده دارن در قسمت چرخش اقتصاد، ندیدیم که اینا حداقل ماهی یک بار یا ماهی دو بار اینا یک پرس کنفرانس داشته باشند و اینا برنامه خود برای مردم بگویند و همچنان بر رسانه ها بگویند که اینا چی اقدامات را اینا روی دست گرفتن و چطور میتونن که با این ویروس که مستقیما اقتصاد افغانستان ضربه زده و دگام ضربه میزنه اینا بر دست دارن. مثل که شما فرض مثال در دیگر کشورها میبینین، درست است که ما نمیتونیم افغانستان با مثلا کشورهای غربی یا مثلا دیگر کشورهایی که مثل یو ایست یا مثلا قطر است یا هند است با اینا مقایسه کنیم، ولی این میتونه که واقعا برنامه های از یا جلب توجه دونرها را به خود بگیرن که اینا چی برنامه دارن، چطور میتونن که مثلا بر مردم کار ایجاد کنن و یا چطور میتونن که در کوتاه مدت، البته با وجود دیده که افراد اشخاصی که توانایی ازیر ندارن که مصارف روزمره خود به دست بیارن، اینا را چطور میتونن کمک کنن. چرا چیزی که فعلا مهم است اینجا دو موضوع است، هم موضوع اجتماعی است که مثلا صحت افراد از در جامعه و دوم موضوع اقتصادی است و ما امروز میبینیم که کشورهای مانند آمریکا، انگلستان، جرمنی، ژاپن، همه اینها یا مثلا حتی هندوستان، اینا برنامه های اقتصادی و اجتماعی خود دارن که در عین وقت اینا با فرض مثال با IMF، با بانک جهانی اینا کار میکنن که چطور بتونن برنامه های مؤثر زیر دست بگیرن که تا امی پدیده شوم یا مرض آمده از این نجات پیدا کنه. تشکر آقای قریشی و همچنان آقای معروف قادری، سپاس. شما بیننده بازار هستید. اتحادیه بانک ها میگه که اگر جامعه جهانی به بانک های کشور کمک کند، این بانک ها با ایجاد فرصت های بیشتر قرضه های مناسب به مردم کمک خواهند کرد. مثلا این اتحادیه امروز با فراهم ساختن بسته های کمکی به 3 شفاخانه در پایتخت میگن که با ادامه بحران ناشی از ویروس کرونا در کشور، بانک های کشور نیز با زیان های روبرو خواهند شد.
مسئولان اتحادیه بانک ها در کنار بحران کنونی ناشی از ویروس کرونا در کشور، ناامنی ها و اختلاف های سیاسی را چالش بزرگ در کشور می دانند و می گویند که با ادامه این وضعیت بانک ها نیز با زیان هایی رو بروخند شد. دونرا را باید تشویق کنه و IMF و بانک جهانی و EDB که اینا کمک کنند. پول را در اختیار، پول حمایی را در اختیار بانک ها بگذاره تا با تکیتانی بسیار کم با کمپانی ها چی قرضه داده بتانه. افغانستان ما را برای که ویروس کرونا تهدید میکنه، بحران سیاسی و بحران نظامی و امنیتی ما را تهدید میکنند. در امینان مسئولان دفتر نماینده ویژه رئیس جمهور در امور توسعه اقتصادی و بازرگانی از بانک ها میخوان که برای مبارزه با بیماری کووید 19 در کشور با حکومت همکار باشند. از دیگر بانک ها، تجار ملی، متشبثین خصوصی و مردم افغانستان تقاضامندم تا دست یاری و همدلیشان را به طرف افراد نیازمند دراز کرده. از سوی هم اتحادیه بانک ها با گردآوری کمک های بهداشتی شمار از بانک های خصوصی این کمک ها را به شفاخانه های علی‌آباد، میوند و انتانی توزیع کرد. شمار است بدهکاران بانک ها در شهر مزار شریف از این بانک ها می خواهند که زمان پسگیری بدهی‌های آنان را طولانی سازد. آنان می گوید که به علت محدودیت های ناشی از شیوع ویروس درآمدهایشان را از دست دادن و در حال حاضر توان پرداخت قرضه هایشان را ندارند. در حال مسئولان افغانستان بانک در مزار شریف نیز می گویند که این مشکل را با مسئولان بانک های قرضه دهی شریک ساختند. شماره از افرادی که از بانک ها برای رونق کاروبارشان در شهر مزار شریف قرضه گرفتن میگویند که به علت بعضی محدودیت ها برگشت و گذار در این شهر درآمد هایشان را از دست دادند و به همین علت قادر به پرداخت بدهی هایشان به زمان معین و در زودترین فرصت نیست. صبر کنم، حوصله کنم که ما یک چند روز که همین گپا کم شوه باز بخیر ما کار کنم پس آورده پیشش میاد. به این حالت ما نمیتونیم میره داده، این بسیار مشکل است، با کلگی مشکل است. دوکان باز باشه ما کرا بگیرم بر از اونا بتون، اگر نباشه مشکل است، کسی داده نمیتونه. این مرد از یکی از بانک ها در شهر مزار شریف 250 هزار افغانی گرفته است. وای میگوید که از 8 روز بدین سو کارهایش با رکود روبرو شده است و در حال حاضر قادر به پرداخت قرضه هایش به بانک نیست. معاف نکنه که ما را بخشش کنه قرضه‌ش، بخشش نکنه، فقط ما را وقت بده تا وقتی که ما غریبی میکنیم و میره غریبی کنه برش تسلیم کنیم. در سالهای پسین قرضه های کوچک در رشد کاروبار و در نهایت در رشد اقتصاد خانواده ها در کشور اثرگذار بودند. شماره از کسانی که قرضه های کوچک می گیرند باید ماهانه به گونه قسطوار آن را با سود آن به بانک برگردانند. قرضه دهی از اینا در می یکی دو ماهی که وضعیت به حالت قرنطینه است، وضعیت کاروبار خوب نیست، این را به تعویق بندازند. در این باره مسئولان بانک های قرضه دهی در شهر مزار شریف چیزی نمی گویند، اما مسئول دی افغانستان بانک در شهر مزار شریف از تلاش ها برای حل این معضل خبر می دهد. تاییدن موضوع را به مقام ریاست دی افغانستان بانک پیشکش کردیم و در عین حال نمایندگی های بانک های خصوصی را در شهر مزار شریف نیز در جریان گذاشتیم که تا بتواند به همکارانمان، به هموطنانمان در شهر مزار شریف در قسمتی به تعویق انداختن قسط اولشان همکاری بکنند. از سوی هم شماره از آگاهان اقتصاد در شهر مزار شریف با در نظر داشت مشکلات کنونی مردم در این شهر میگویند که حکومت باید برای شدت قرضه دهی از سوی بانک ها برای مردم کار کند و در این بخش سهولت های بیشتر و بی پیشینه ای را باید فراهم سازد. شماره از خانواده های نادار و کارگران رستمزد در پایتخت میگن که با گذشت هر روز وضع زندگیشان بدتر میشود. آنان میگن بانک بارها مقام های حکومت از رو اندازی برنامه های کمک رسانی به نیازمندان سخن زدن، اما تا هنوز هیچ کار در این بخش نکردند. کارگرانی که اکنون روزهایشان را در کنار جاده های پایتخت به هیچ درآمد سپری میکنند، در انصار 41,000 فرصت شغلی هستند که رژ مرغنی و مقام های دیگر حکومت از آن سخن زدند.
خانواده های نادار در کندهار از اون چی که بدتر شدن وضعیت اقتصادیشان در نتیجه وضع محدودیت ها برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا میگن نگران هستند. شمار از ناداران در کندهار میگن که با قرنطینه شدن شهر کندهار نمیتوانند کار کنند و زمرو توان فراهم سازی هزینه های زندگیشان را ندارند. این ناداران میگن که به کمک های بیدرنگ بشری از جمله خاربار نیاز دارند. در این حال مقام های محلی کندهار میپذیرند که شمار خانواده های نادار در این ولایت به هزاران تن میرسد و آنان میکوشند این خانواده ها را شناسایی و با آنان کمک کنند. یکی از خانواده های نادار در کندهار، اعضای این خانواده میگویند که پیش از قرنطینه شدن شهر کندهار روزانه کار میکردند و هزینه های روزانه شان را فراهم میساختند. آنان می افزایند که پس از وضع محدودیت ها برگشت و گذار مردم در شهر کندهار مشکلات زندگیشان بیشتر از پیش شده است. این خانواده های نادار انتظار دارند کمک های از سوی حکومت و نهادهای مدد رسان با آنان صورت بگیرند. زده ما شاند گوشی روڑی پیسې نه لرم چې دا کوشنیانه و دا کوشنیانه موږ سره وګزه وته نه کوو دا وته نه کوو زه په دې وسو کوم چې راځي نه راکوي چې راځي نو چاته وځارم نو تر هغه کدم نه مرام با خایما کې پروت يم نه راکوي څوک چې راځي ولای کې وخوري نو چاته وایو. گلسکا یکی از آن بانوان کندهاری است که سرپرست سه فرزندش نیز است. میگوید که همسرش در نتیجه بیماری درگذشته است و پس از توقف کاروبار در شهر کندهار کودکانش نمیتوانند کار کنند تا هزینه های خانوادهشان را فراهم کنند. در مشام پر پا کاغذان پس سرخی پر کشرو بانی بوتلان تولی اگه بوتلان هم وست نخرچیش شهر دقا سر گرد دکانون بند شهر بند صدق راشه. در همین حال مقام های محلی کندهار می پذیرند که پس از وضع محدودیت ها بر فعالیت های روزانه مردم در شهر کندهار تا کنون کمک های بشری به نیازمندان انجام نشده است. این مقام ها می افزند که می کشند خانواده های نادار را شناسایی و کمک های لازم بشری را در اختیار آنان قرار دهند. دلته غربت مسکنت خلق ډیر غریب دي نو موږ کوشش کو چې دغه پروسه په ډیر شفافیت باندې مخته یوسو چې په دغه کې مختلفه کمیټه ده علما دي په ګډه یو لستر چیپ کو تر سو وکولای سو غریب خلکو ته کومکونه ورسو. با این حال ریاست صحت عامه کندهار میگوید که این ولایت در مقایسه با ولایت های دیگر حوزه جنوب با تهدید جدی تر ویروس کرونا روبرو است. این ریاست یگانه رای جلوگیری از گسترش این ویروس را قرنطینه شدن این ولایت میگوید. یوازینی لار هم ده قرنطینه دی او کندهار تر ټول ولایت زیات تر تعدید لاندې دی. په دې خاطر چې د نیم افغانستان مسافر د بهر ممالک څخه راځي د پاکستان او د ایران او د نور هم سایه ممالک څخه هغه د همدې لار څخه سیر کی. هرچند حکومت علت وضع محدودیت ها را برگشت و گذار مردم در کندهار جلوگیری از گسترش ویروس و کرونا میگوید، اما خانواده های نادار با ابراز نگرانی از عدم دسترسی به خاربار میگویند که نیاز است تا کمک های لازم برای آنان در این روزهای دشوار فراهم گردد. بانک تولید کنندگان داخلی پیکارهای را برای کاهش بهای تخم مرغ در بازارهای پایتخت برای انداختن، اما هنوز هم بهای تخم مرغ رو به افزایش است. پیش از این وزارت زراعت آبیاری و نیز اتاق زراعت و دامداری احتکار و گرانفروشی فروشندگان را از علتهای افزایش بهای تخم مرغ در بازارهای پایتخت گفتند، اما بازرگانان ادعا میکنند که تولید کنندگان داخلی نمیتوانند تخم مورد نیاز بازارهای کشور را تولید کنند و زمین رو آنان خانه از سرگیری روند واردات تخم مرغ هستند. وزارت زراعت و آبیاری بیش از یک ماه پیش واردات تخم و گوشت مرغ را ممنوع اعلام کرد. شماره از بدهکاران بانک ها در شهر مزار شریف از این بانک ها می خواهند که زمان پسگیری بدهی‌های آنان را طولانی سازد. آنان میگن که به علت محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا درآمدهایشان را از دست دادند و در حال حاضر توان پرداخت قرضه هایشان را ندارند. در حال مسئولان بانک مرکزی در مزار شریف نیز میگن که این مشکل را با مسئولان بانک های قرضه دهی شریک ساختند. شماره از افرادی که از بانک ها برای رونق کاروبارشان در شهر مزار شریف قرضه گرفتن میگویند که به علت وضع محدودیت ها برگشت و گذار در این شهر درآمد هایشان را از دست دادند و به همین علت قادر به پرداخت بدهی هایشان به زمان معین و در زودترین فرصت نیست. صبر کنم حوصله کنم که ما یک چند روز که همین گپا کم شوه باز بخیر ما کار کنم پس اورا پسش میاد. به این حالت ما نمیتونیم میره داده
بسیار مشکل است، با کلگی مشکل است. دوکان باز باشه ما کرا بگیرم بر از اونا بتون، اگر نباشه مشکل است، کسی داده نمیتونه. این مرد از یکی از بانک ها در شهر مزار شریف 250 هزار افغانی گرفته است. وای میگوید که از 8 روز بعد این سوکارهایش با رکود روبرو شده است و در حال حاضر قادر به پرداخت قرضه هایش به بانک نیست. معاف نکنه که ما را بخشش کنه قرضش، بخشش نکنه، فقط ما را وقت بده تا وقتی که ما غریبی میکنیم، ما میره غریبی کنه برش تسلیم کنیم. در سالهای پسین قرضه های کوچک در رشد کاروبار و در نهایت در رشد اقتصاد خانواده ها در کشور اثرگذار بودند. شماره از کسانی که قرضه های کوچک میگیرند باید ماهانه به گونه قسطوار آن را با سود آن به بانک برگردانند. قرضه دهی از اینا در همین یکی دو ماهی که وضعیت به حالت قرنطینه است، وضعیت کاروبار خوب نیست، این را به تعویق بندازند. در این باره مسئولان بانک های قرضه دهی در شهر مزار شریف چیزی نمیگویند، اما مسئول دی افغانستان بانک در شهر مزار شریف از تلاش ها برای حل این معضل خبر میدهد. تاییدن موضوع را به مقام ریاست افغانستان بانک پیشکش کردیم و در عین حال نمایندگی های بانک های خصوصی را در شهر مزار شریف نیز در جریان گذاشتیم که تا بتواند به همکارانمان و هموطنانمان در شهر مزار شریف در قسمتی به تعویق انداختن قسط اولشان همکاری بکنند. از سوی هم شماره از آگاهان اقتصاد در شهر مزار شریف با در نظر داشت مشکلات کنونی مردم در این شهر میگویند که حکومت باید برای شدت قرضه دهی از سوی بانک ها برای مردم کار کند و در این بخش سهولت های بیشتر و بی پیشینه ای را باید فراهم سازد. خانواده های نادار در کندهار از آنچه که بدترشدن وضعیت اقتصادیشان در نتیجه وضع محدودیت ها برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا میگن نگران هستند. شمار از ناداران در کندهار میگن که با قرنطینه شدن شهر کندهار نمیتوانند کار کنند و زمین رو توان فراهم سازی هزینه های زندگیشان را ندارند. این ناداران میگن که با کمک های بیدرنگ بشری از جمله خاربار نیاز دارند. در این حال مقام های محلی کندهار میپذیرند که شمار خانواده های نادار در این ولایت به هزاران تن میرسد و آنان میکوشند این خانواده ها را شناسایی و با آنان کمک کنند. زنان لبنانی در برابر خشونت‌های خانوادگی اعتراض می‌کنند. با آغاز مقررات منع رفت آمد و قرنطینه در لبنان شمار رویدادهای خشونت در برابر زنان افزایش یافته است. در این مدت خانواده‌ها مجبور بودند که در خانه بمانند. مشکلات اقتصادی یکی از علت‌های خشونت‌های خانوادگی در لبنان گفته می‌شود. این بود داشته‌های بازار که تقدیم شما شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.